طالبان آتش سه روزه را برای عید اعلام کردند و حال افغان ها خواهان تمدید این آتش بس تا زمان آغاز مذاکرات بین الافغانی هستند. به نظر شما آیا باید این آتش بس تمدید شود؟ آتش بس باید تمدید شود و ادامه جنگ اکنون که همگی روی آغاز مذاکرات صلح موافقه کردند بی جهت است. من میدارم که آقای خلیزاد و دیگران شدیدا سعی می کنند تا طالبان این آتش بس را آغاز کرده به حال آن را تمدید کنند که بهترین راه برای گشایش دروازه مذاکرات است گزارش از وزارت دفاع آمریکا حاکی از این است که طالبان حملات خود را بر نیروهای افغان افزایش داده ولی به نوعی که از موافقه خود با آمریکا تخطی نکنند به نظر شما آیا برای مقامات آمریکایی نگران کننده نیست که این حملات و خشونت طالبان در افغانستان افزایش یافته است well, I think... من و بسیاری دیگر این حملات و افزایش سطح خشونت را نگران کننده یافتیم. این واضحا برای آوردن فشار بر حکومت افغانستان و انفاز رنج و درد بیشتر بر مردم افغانستان صورت می گیرد. وان هم در زمانی که من فکر می کنم تمام جوانه باید روی پروسه مصالحه و ختم این جنگ فکر کنند. این کاری نیست که باید صورت می گرفت. گزارش از سازمان ملل متحد نیز حاکی از ادامه روابط میان طالبان با القاعده است با اینکه آنها شش بار در طول سال گذشته در حالی که با مقامات امریکایی مذاکره می کردند با مقامات القاعده ملاقات کردند واکنش جدی از جانب مقامات امریکایی به این گزارش تبارز نیافت واکنش شما به این یافته ها چیست؟ واکنش من این است که من درک می کنم چرا نمایندگان امریکا در وسط مذاکرات نمی خواهند مستقیما به این گزارش و دیگر گزارش ها مستقیما پاسخ دهند ولی برای کسانی که امور افغانستان را تعقیب می کنند به نظر می رسد که تماس و همکاری میان طالبان و القاعده جریان دارد و ادامه دارد و این موضوع بسیار نگران کننده است و موضوعی است که باید به با آن به شکل جدی رسیدگی صورت گیرد اگر طور که گزارش ملل متحد حاکی است این رابطه میان طالبان و القاعده وجود داشته باشد آیا تخطی از توافق طالبان با امریکا نیست و این موافقه را فسخ نمی کند؟ بله این تخدی از موافقت با ایالات متحده است که با طالبان دارد و باید تصحیح شود اگر ما با اعتماد می خواهیم در این پروسه پیش رویم این یکی از مشکلات با موافقه خواهد بود که ایالات متحده با طالبان نهایی ساخت در حالی که مکانیزم برای دیالوگ و پمیان آوردن موضوعات در رابطه به عملی سازی این موافقه وجود دارد ولی مکانیزمی که آن را انفاز و اعمال کند وجود ندارد به جز پافشاری ما روی کمک امریکا و اینکه این, که این موافقه بر اساس شرایط است و یکی از آن شرایط برای پیشرفت این موفقه این است که طالبان رابطه خود را باید با القاعده فسخ و قطع کند موضوع تبادله زندانیان نیز وجود دارد حکومت افغانستان نمیخواهد زندانی طالب را که پرونده های جرایی ملای ملکی ها را دارند رها کند و برخی از مقامات آمریکایی تجویز کردند که آنها رها شده ولی در خانه نظر بند گردند واکنش شما به این راه حل چیست من در موضعی نیستم که بگویم این رای حل خوب است یا بد ولی درک می کنم که دلایل خوبی وجود دارد که همتایان افغانستان برای عدم رهایی این افراد که حال بخشی از مذاکرات شدن ارائه کردند. این موضوع بخشی از مذاکرات میان حکومت افغانستان با جامعه جهانی و طالبان است و من متقن هستم که رای حل برای آن یافت می شود هدف صلح است نه موافقه روی رهایی برخی افراد مشخص که جرایم جنگی دارند هدف باید ایجاد اساسات برای اعتماد باشد بر اساس همکاری تا مذاکرات آغاز شود و طالبان باید به این کار سریعا بپردازند اگر پروسه صلح موفق شود و طالبان به افغانستان بازگردند شما فکر می کنید که به تعهدات خود پابند بمانند چرا که برخی افغان ها با شمول زنان نگران از دست دادن دستاوردهای خود در این پروسه هستند <applause> حال بسیار زود است تا در مورد اعتماد به طالبان روی هر موضوع صحبت کرد اعتماد باید کسب شود و باید به خاطر آن بسیار کار کنند من قبل از وقت قضاوت کرده نمیتوانم پیشرفت های در پروسه مصالحه صورت گرفته ولی بخشی از پروسه مذاکرات باید ایجاد راه ها برای صحبت و همکاری میان طالبان و حکومت افغانستان و مردم افغانستان باشد من امیدوارم که هر نوع که صورت میگیرد مکانیزم ها را برای حفاظت از دستاورد های مهمی که افغانستان آن را در طول سالیان اخیر کسب کرد در خود داشته باشد